شاهزاده رضا پهلوی انتخابات جمهوری اسلامی از سال 1358 را غیر واقعی و فریب بزرگ خواند. خبرگزاری ها در ایران در روز برگزاری انتخابات از سوء قصد ناکام به امام جمعه موقت میبد از سوی فردی ناشناس خبر می دهند. شروین حاجی پور به حبس، ممنوعیت خروج از کشور و ساخت موسیقی علیه آمریکا محکوم شد. گزارش حاکی است که دسترسی توماج صالحی به تلفن در زندان به دلیل انتشار پیام تحریم انتخابات قطع شده است. بعد از کشته شدن بیش از 100 فلسطینی در اطراف کاروان کمک‌های بشردوستان در شمال غزه، درخواست‌های بین‌المللی برای تحقیقات مستقل بیشتر شده است. تسهیل شرایط حضور ایرانیان در کانادا برای یک سال تمدید شد. یک فرمانده سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. در پی تیراندازی در دو منطقه در ایالت نیدرزاکسن آلمان، 4 تن از جمله کودک جان خود را از دست دادند. و آمریکا برای پیدا کردن هکر ایرانی جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرد. درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه اول ماه مارس 2024 میلادی برابر است با 11 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. از صبح امروز به وقت تهران انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری در سراسر ایران آغاز شده است. قرار است که در این انتخابات 290 نماینده از 208 حوزه انتخابی به مجلس ایران وارد شوند. همچنین برای 88 کرسی مجلس خبرگان رهبری هم 144 کاندیدا به رقابت خواهند پرداخت که یعنی برای هر کرسی مجلس کمتر از 2 کاندیدا وجود دارد. تحلیلگران پیش بینی کردند که انتخابات امسال با مشارکت گسترده‌ای روبرو نخواهد شد و نظرسنجی‌های صورت گرفته هم این مسئله را تایید می‌کند و بعضی از ناظران پیش بینی کردند که سردترین انتخابات تاریخ 45 ساله نظام اسلامی باشد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز بعد از رأی دادن در این دو انتخابات برای چندمین بار در هفته‌های اخیر درخواست کرد که مردم به پای صندوق‌های رأی بروند و گفت دوستان را خوشحال کنید و بدخواهان را ناامید کنید. شاهزاده رضا پهلوی انتخابات جمهوری اسلامی از سال 1358 را غیر واقعی و فریب بزرگ برای مشروعیت بخشی به رژیم نامشروع خواند. او در پیامی نوشت: مردم ایران بعد از 45 سال آزمون و خطا به این آگاهی با ارزش رسیدند که هر آنچه مربوط به سیرک انتخابات رژیم است، از نمایشی که برای خبرنگاران و دوربین‌هایشان تدارک می‌بینند تا نتایجی که اعلام می‌شود، تماماً غیر واقعی و تقلبی است. شاهزاده رضا پهلوی افزود: ملت ایران امروز با نی بزرگ خود به جمهوری اسلامی بار دیگر نشان دادند که جز به سرنگونی خامنه‌ای و رژیم شکست خورده‌اش نمی‌اندیشند و آینده آزاد و مرفه خود را بعد از سقوط جمهوری اسلامی در یک ایران سکولار، یک پارچه و دموکراتیک جستجو می‌کنند. خبرگزاری‌ها در ایران در روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از سوء قصد ناکام به امام جمعه موقت میبد از سوی فردی ناشناس خبر می‌دهند. همشهری آنلاین نوشته است که فردی با انگیزه نامعلوم با یک شیء تیز به علیرضا حسنی حمله کرد که با دخالت نمازگزاران این سوء قصد ناکام ماند و مهاجم بازداشت شد. پلیس شمیرانات هم خبر داد که 3 عضو بسیج در شمال تهران در مسیر رفتن به شعبه رأی‌گیری با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند. از سوی دیگر گزارش‌های دیگری حاکی از بازداشت و برخورد با تحریم کنندگان انتخابات است. سایت خبری رکنا گزارش داده که 3 عضو نیروی بسیج در حالی که راهی شعبه رأی‌گیری بودند در منطقه دارآباد تهران با سلاح سرد مورد حمله یک گروه ناشناس قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده و یکی دیگر از آنها راهی اتاق عمل شده و نفر سوم با خطر از دست دادن یک چشم روبروست. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه 11 اسفند ماه ضمن اشاره به بروز سیل مهیب در استان سیستان و بلوچستان گفت تا کنون تلفات جانی از سیل گزارش نشده، اما راه ارتباطی بسیاری از دوستاها در سیستان و بلوچستان قطع شده است. به تاکید کرد که سازمانهای دولتی باید وظایف خود را انجام بدهند و به کمکهای مردمی هم نیاز است. امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود مدیریت کشور چرا نتوانسته برنامه ریزی کند و زیر ساختها را آماده کند تا سیل ها را منحرف کند؟ سدهایی هم که ایجاد شده کارشناسی نبوده است. این روحانی سنی در ادامه صحبت‌های خود به طرح بزرگ و بلند پروازانه مکران که قرار است جمعیت زیادی را در تباهل مکران اسکان بدهد اشاره کرد و خطاب به مقامات گفت شما ابتدا نگذارید که مردم در آب غرق شوند و زندگیشان تباه شود و به جای این پروژه ها به وضعیت مردم رسیدگی کنید که نان برای خوردن ندارند. عبدالحمید از حاکمیت خواست ثروت کشور را برای مردم صرف کند تا ملت بتواند به حیات خود ادامه بدهد. وی همچنین به عواقب فقر اشاره کرد و گفت فقر با خود فساد و بدبختی می آورد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شروین حاجی پور خواننده و ترانه‌سرای معترض را به مجازات‌های متعددی از جمله حبس، ساخت موسیقی علیه جنایات آمریکا و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. حاجی پور روز جمعه 11 اسفند ماه تصویری از حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب علیه خود را در حساب کاربریش در اینستاگرام منتشر کرد. بر اساس این حکم، این خواننده بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس و برای اتهام اغوا و تحریک مردم به اغتشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده که از بین آنها مجازات اشد یعنی 3 سال حبس قابل اجراست. شروین حاجی پور همچنین به مطالعه و جمع‌آوری مطالب به صورت دستنویس از 2 کتاب دینی و حکومتی درباره زن و انتشار آن در فضای مجازی، همچنین ساخت موسیقی درباره جنایات آمریکا علیه بشریت و جمع‌آوری نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا در 1 قرن اخیر و انتشار در فضای مجازی محکوم شده است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و شرکت در دوره آموزشی مهارت رفتار و دانش در حوزه هنر از دیگر احکام صادر شده علیه این خواننده جوان است. مسئولان زندان دستگرد اصفهان بعد از انتشار پیام توماج صالحی در مورد تحریم انتخابات تماس‌های او را قطع کردند و او دیگر به تلفن دسترسی ندارد. حساب کاربری این خواننده معترض و زندانی سیاسی بعد از ظهر جمعه 11 اسفند ماه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت در حال حاضر هیچ اطلاعی از وضعیت او نداریم. این حساب کاربری قطع تماس‌های صالحی را در ادامه آزار و اذیت و نقض پیوسته حقوق او توصیف کرده است. توماج صالحی در پیامی که ساعتی پیش از آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد اعلام کرد که نتیجه این انتخابات نمایشی قبل از اعلام آشکار است. هم آمار تقریبی تک رقمی شرکت کننده ها و هم آمار تقلبی که وزارت کشور قرار است اعلام کند. او با بیان اینکه امروز هیچ پرده‌ای از چشم‌های تیزبین مردم ما در امان نیست گفت این بار آمار تقلبی و نمایش‌ها حتی در طرفدارهای رژیم بی‌تأثیر است. در ادامه واکنش از سراسر جهان به تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی مردم نیازمند کمک در غزه، فرانسه و سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره این حادثه مرگبار شدند. به گفته شاهدان عینی ساعت 4 بامداد پنجشنبه 10 اسفند ماه آتش گشودن نیروهای اسرائیلی به سوی مردمی که برای گرفتن غذا و سایر مایحتاج به سمت کامیون‌های حامل کمک هجوم برده بودند، تلفات زیادی بر جای گذاشت. اسرائیل می‌گوید یکی از کامیون‌ها بیش از حد به تانک‌های اسرائیلی نزدیک شده و تیراندازی نیروهای این کشور که احساس تهدید کردند باعث شده که عده‌ای بر اثر ازدحام و زیر دست و پا ماندن کشته شوند. در مقابل CNN و خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان نوشتند که نیروهای اسرائیلی به سمت کامیون‌ها تیراندازی کردند و سپس حرکت کامیون‌ها
برای فرار از هدف قرار گرفتن باعث شد که افراد زیادی را زیر بگیرند. وزارت بهداشت غزه زیر نظر گروه افراطی حماس این رخداد را کشتار خوانده و اعلام کرده که 112 تن در تیراندازی کشته شده و 750 تن هم زخمی شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی در شبکه ایکس ضمن ابراز انزجار از تیراندازی به سوی مردم در غزه خواستار آتش بس فوری در این باریکه شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم گفت که این حادثه نیازمند تحقیقات مستقل است. گوترش افزود از حادثه شمال غزه شوکه شده است و تاکید کرد که ما به یک آتش بس بشر دوستانه و آزادی بی قید و شرط و فوری گروگان ها نیاز داریم و باید شورای امنیتی داشته باشیم که بتواند به این اهداف دست پیدا کند. هزاران تن از حامیان الکسی ناوالنی و مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین روز جمعه 11 اسفند ماه برای شرکت در مراسم خاکسپاری این رهبر اپوزیسیون در جنوب مسکو گرد هم آمدند و پیکر او بعد از چند ساعت به خاک سپرده شد. خبرگزاری فرانسه امروز جمعه از حضور سفرای آمریکا، فرانسه و آلمان در میان این تجمع کنندگان خبر داده است. همزمان ده ها پلیس و مأمور حکومتی هم در همین محل برای کنترل تجمع کنندگان حاضر شدند. با این حال، خبرگزاری های رویترز و فرانسه گزارش دادند که تعدادی از شرکت کنندگان در این مراسم شعارهای ضد حکومت روسیه سر دادند. یولیا ناوالنایا همسر الکسی ناوالنی که خارج از روسیه است و در مراسم شرکت نداشت با انتشار متنی در شبکه‌های اجتماعی با او وداع کرد. بینندگان ارجمند در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7 روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. دولت کانادا اعلام کرد که به دلیل اقدامهای حکومت ایران در سرکوب معترضان بعد از قتل مهسا امینی، تسهیل شرایط تمدید حضور شهروندان ایرانی را که با ویزا و اقامت موقت در این کشور هستند تا 10 اسفند ماه سال 1403 تمدید می‌کند. دولت کانادا اسفند ماه سال گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد با توجه به خیزش سراسری ایران و ادامه نقض حقوق بشر از سوی رژیم ایران، شرایط تمدید حضور شهروندان ایرانی را که با ویزا و اقامت موقت در این کشور هستند تسهیل می کند و بررسی تقاضاهای آنها را برای تمدید حضورشان در کانادا در اولویت قرار می دهد.
دولت کانادا اکنون اعلام کرده که دارندگان اقامت موقت کانادا می توانند در داخل کانادا بدون آنکه نیازی به پرداخت هزینه‌های درخواست یا بیومتریک داشته باشند، برای تمدید و تغییر وضعیت اقامت موقت خود و یا برای گرفتن مجوز تحصیل یا کار آزاد اضافی اقدام کنند. بر اساس اعلام دولت کانادا، آن دسته از شهروندان کانادایی و یا دارندگان اقامت دائم کانادا که در حال حاضر در ایران به سر میبرند هم میتوانند به صورت رایگان برای دریافت پاسپورت کانادایی با اعتبار محدود، گواهی شهروندی کانادا و یا مدارک مربوط به اقامت دائم خود اقدام کنند. وبسایت سمافور به نقل از مقامات آمریکایی و عربی گزارش داد که جمهوری اسلامی ارسال پهپادهای تهاجمی به ارتش سودان را افزایش داده و این گمان را تقویت کرده که تهران به دنبال متحد دیگری است تا قدرت خود را در دریای سرخ اعمال کند. سناتور جیم ریش، عضو جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، هم روز چهارشنبه در جلسه این کمیته برای بررسی شبکه گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هشدار داده بود که تهران به سرعت در حال گسترش حضور نظامی خود در سودان است. سمافور هم روز پنجشنبه به نقل از مقامات آمریکایی و عربی نوشت که گسترش روابط نظامی جمهوری اسلامی و دولت سودان میتواند جنگ داخلی این کشور در شمال آفریقا را بین‌المللی کند و احتمالاً متحد جدیدی را در اختیار تهران میگذارد تا از آن طریق هم در دریای سرخ قدرت خود را اعمال کند. جمهوری اسلامی اصلی ترین حامی حوثی‌های یمن است که با حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ در ماه‌های اخیر عبور و مرور در این آبراهه مهم بین‌المللی را مختل کرده است. کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که با گذشت 5 روز از بارندگی و سیل در برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان، خبری از حضور سازمان‌ها و نهادهای امدادرسان حکومتی نیست. همزمان روز جمعه صندوق‌های اخذ رأی از سوی سپاه پاسداران به مناطق سیل زده ارسال شد. بارندگی‌های شدید در استان سیستان و بلوچستان از روز یک شنبه 6 اسفند ماه آغاز شد و سیل و آب گرفتگی ناشی از آن تا روز جمعه 11 اسفند ماه همچنان ادامه دارد. رسانه‌هایی که اخبار سیستان و بلوچستان را گزارش می‌دهند نوشتند که بر اثر ریزش شدید باران، سیلابی شدن مسیرها و محاصره سطح روستا در سیل، منازل مسکونی گلی شهروندان در حال تخریب است. بر اساس گزارش‌ها، در غیاب کمک‌های حکومتی، امدادرسانی تنها از سوی شهروندان انجام می‌گیرد، اما به دلیل نبود امکانات مناسب این روند به کندی پیش می‌رود. زهره الهیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده نسبت به در نظر نگرفتن شرایط فعلی جامعه و موج عظیم نارضایتی‌های جامعه کارگری هشدار داد. در این ارتباط بهروز فراخانی، فعال کارگری در پاریس، میگوید که شرایط دشوار معیشتی کارگران باعث بروز وضعیت انفجاری بی‌سابقه‌ای شده است. او به وبسایت رکناگو در شرایطی که در سال آینده میزان افزایش حقوق کارگران هنوز تایید نشده، به نظر میآید که در شرایط فعلی جامعه این موضوع باید با حساسیت بیشتری مطالعه و کارشناسی شود. این نماینده مجلس افزود در غیر این صورت با موج عظیم نارضایتی های جامعه کارگری مواجه خواهیم بود. خبرگزاری دانشجو تایید کرد که رضا زارعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انفجارهای شهر ساحلی بانیاس کشته شده است. این انفجارها به حملات اسرائیل نسبت داده شده. خبرگزاری دانشجو که وابسته به حکومت جمهوری اسلامی است، از زارعی به عنوان یکی از مستشاران سپاه پاسداران یاد کرده است. گفته می شود که او در حمله جنگنده اسرائیلی به بندر بانیاس کشته شده است. بیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه از انفجارهای قوی در این شهر ساحلی حومه آن خبر داد که محل اسکان مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی است. تیراندازی مرگبار شبانه در 2 منطقه ایالت نیدرزاکسن آلمان 4 کشته بر جای گذاشت.
پلیس آلمان اعلام کرد که عامل این جنایت که سرباز ارتش آلمان است خود را به پلیس تسلیم کرده است. ماموران و بازرسان پلیس در خصوص جزئیات بیشتر این رخداد از جمله درباره قربانیان، سن، جنسیت یا رابطه آنها با مظنون بازداشت شده اطلاعات بیشتری منتشر نکردند. پلیس میگوید این تیراندازی مرگبار شامگاه پنجشنبه در دو منطقه ووم روتنبرگ در ایالت نیدرزاکسن رخ داده و در میان اجساد یک کودک هم دیده می شود. بر اساس اعلام پلیس احتمال انگیزه خانوادگی منتفی نیست. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا روز پنجشنبه 10 اسفند ماه بار دیگر لایحه‌ای را برای تأمین بودجه کوتاه مدت دولت این کشور به تصویب رساندند. رأی اعضای سنای آمریکا به این لایحه بلافاصله بعد از رأی مثبت در مجلس نمایندگان و در پی آن امضای جو بایدن رئیس جمهور که انتظار می‌رود روز جمعه اتفاق بیفتد، دولت آمریکا را از تعطیلی در آغاز روز شنبه نجات می‌دهد. این چندمین بار در ماه‌های پایانی سال 2023 و سپس سال جدید میلادی است که لایحه بودجه دولت تنها به طور موقت تصویب می‌شود. برندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. رئیس جمهوری کره جنوبی امروز جمعه از جامعه بین‌المللی خواست تا از تلاش‌ها برای اتحاد دو کره حمایت کنند. او این سخنان را در مراسم سالگرد قیام 1919 کره علیه حکومت استعماری ژاپن بیان کرد و با اشاره به موضع پیونگیانگ در اوایل سال جاری که اعلام کرده بود سئول دشمن اصلی این کشور است، گفت تلاش‌های ما برای اتحاد باید به منبع امید و چراغی برای مردم کره شمالی تبدیل شود. او در این سخنرانی همچنین گفت که همه ما باید در مسیری گرد هم بیاییم که منجر به اتحاد در شبه جزیره کره شود و تاکید کرد که جامعه بین‌المللی هم باید در این راه از تمام قدرتش به شیوهی مسئولانه استفاده کند. وی همزمان تاکید کرد که روابط بهتر با توکیو به مقابله با تهدیدات نظامی فزاینده
همسایه شمالی کمک خواهد کرد. وزارت دادگستری آمریکا کیفرخواستی را منتشر کرد که در آن علیرضا شفیع نسب، شهروند 39 ساله ایرانی، به دست داشتن در حملات سایبری به نهادهای دولتی و خصوصی آمریکا از جمله وزارت خزانه داری، وزارت امور خارجه، پیمانکاران دفاعی و دو شرکت مستقر در نیویورک متهم شده است. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی یا مکان علیرضا شفیع نسب شود تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. ماتیو جی اولسن، دستیار دادستان کل از بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، گفته است در حالی که علیرضا شفیع نسب ادعا می کرد که به عنوان متخصص امنیت سایبری برای مشتریان مستقر در ایران کار می کند، ظاهرا در یک کارزار مداوم برای به خطر انداختن سیستم های کامپیوتری بخش خصوصی و دولتی ایالات متحده شرکت داشته است. دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، هم گفته است که علیرضا شفیع نسب در یک کارزار سایبری با استفاده از فیشینگ و سایر تکنیک های هک برای آلوده کردن بیش از 20,000 دستگاه که بسیاری از آنها حاوی اطلاعات دفاعی حساس یا طبقه بندی شده بودند شرکت کرده است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.